عزیزایی را که امروز خواستیم در برنامه میخوایم که کمکشان کنیم و همچنان نگفتن اما یک مهمان برنامه همچنان داریم در برنامه. 5 سال میشه پدرش کم شهید شده، برادرک شهید شد، کسی نداره، نی مادر نی خواهر، بی کس هستم، دو تا دختر دارم، یک بچه بدرنگی میکنه، خود میکنه. من درد کنه گدهی میکنم، میتونیم چیزی دیشت بردارم، من دروغ نمیگم، زن دروغ نیو خالش. بنام خداوند یک تای مهربان، سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما عزیزا، امید که دارای صحت کامل باشین، روزها را به بسیار خوبی و خوشی سپری کرده باشین. باز هم ماه مبارک رمضان از صمیم قلب به تمام شما مسلمانان عزیز مبارک بات میگم. با یکی از برنامه های دیگر مساحتت شما عزیزان را خوش آمدید میگم و بیننده چنل یوتیوب صدای کامل هستین شما عزیزا، و امروز باز هم برنامه مساعدت است و یکی از دوستا را با خود داریم در برنامه. عزیزایی را که امروز خواستیم در برنامه میخوایم که کمکشان کنیم و همچنان نگفتن اما یک مهمان برنامه همچنان داریم در برنامه که دکتر محمد اقبال کوهستانی را. اول میخوایم که با کوهستانی صاحب صحبت کنم، دوباره برمیگردم برای خاله جان. کوهستانی صاحب عزیز خیلی زیاد خوش آمدین، سلام بر شما. تشکر، سلامت باشین و سلام خدمت شما، خدمت بیننده های برنامه تماشا میکنم. بسیار تشکر میکنم کوهستانی صاحب، فهمی که ماه رمضان هم هست و یکمک شیمه هم نیست درک میکنیم. بیاین در رابطه با خود بگوین، ضمن از اینکه شما دکتر هستین دیگه چی فعالیت ها دارین در جامعه؟ تشکر، سلامت باشین. امروز وطن نیاز به فعالیت های بیشتر داره، بخصوص جوان های ایده ها باید فعالیت های بیشتر داشته باشند، به دلیلی که ما خیلی مشکلات ها را سپری کردیم و به دلیل در کنار وظایف مختلف سازمان داریم، سازمان اجتماعی جوانان آگاه، بیشتر روی برنامه های اجتماعی فرهنگی کار میکنیم، بخصوص برنامه های فرهنگی که وطن خیلی نیاز داره. در شب چند شب گذشته ما شاید یکی از برنده شدن تیم ورزشی ما بودیم، اما متاسفانه فرهنگ برنده شدن در افغانستان هنوز جای خود نگرفته. به جایی که ما با برنامه های مختلف ورزشکارهای خود تشویق کنیم، با انداخت سلاح‌های سخیله و سلاح‌های خرد و کوچک ما تشویق کردیم. این در کل خودش نیاز به یک فرهنگ سازی داره که ما باید فرهنگ سازی کنیم. با این دلیل ما بیشتر برنامه را روی برنامه های اجتماعی فرهنگی فعالیت زیادتر داریم. بسیار تشکر میکنم کوهستانی صاحب عزیز، باش که از خاله جان هم صحبتایش داشته باشم. خاله جان خیلی خوش آمدین به برنامه. سلامت باشی جگر خاله. بسیار تشکر میکنم از اینکه قدم رنجیدین تا اینجا آمدین، خوشحال هستم که شما در برنامه. سلامت باشی، زنده باشی. خاله جان بیاین از زندگیتان برام قصه کنین، از روزگار برام قصه کنین که در چی حالت شما زندگی میکنین. روزگار ما دیگه خانم دیگه دو دفعه خانه ما رو دیدم، خانه سروی کردم که دیگه از بیرات بیدیم، از ایراد یک سال میشه اینجاگاه آمده، به کابل آمدم. 5 سال میشه پدرش کم شهید شده، برادرک شهید شد، کسی نداره، نی مادر نی خواهر، بی کس هستم، دو تا دختر دارم، یک بچه بدرنگی میکنه، خود مکالشی میکنم، سر سرکا میشینم، دن نویا میشینم، خیلی روزگار من خرابه. اول خدا دیوم می برادرکای که به من کمک میکنم، بیا مادرم خانم سروی کردم، کمک کردم، از اونو رضایت دارم، از شما رضایت دارم، خوشحالم از شما. رنج دیده خیلی، غم دیده خیلی، اکابلا شما خیلی رزین بچه جان که به ما کمک کردی. از ایراد بیا مادرم پناه، اول خدا دیوم شما بیچاره تیم داره بی وزنه، تاشون به خانه که دیگه سقی میکنم، در خانه کالشی میکنم، خیلی رنج داره، خیلی رنج دیدی بچه جان. خداوند هیچ مادر رنج نته، خداوند خوشی های جهان فرش قدم های شما بسازه. فقط یگانه آرزوی ما همی است که هیچ انسان را مده درد و رنج نبینه. به خدا همی یک هفته میشه میشتوکاگ ممری زنی دست سگیش توی داره، بی پیسگی به دکتر نبردم، کرای خانه یک خانه 2000 میدادم، مرا کشیدم با مدام بزی خانه که لالا دید که ایشته خانه قطی بری 1500 میدم، اما از خود مکار میکنم و کرای خانه خواه میدم.
دیگه روزگار ما میته خراب بچه جان، به خدا خیر روزگار ما خراب. خداوند بزرگ است، ان شاء الله که خداوند کمک کنه. سلامت به زنده بشی، خدا صد ساله باشی خواری می. زنده باشین. بسیار تشکر. عزیز قصه خاله جان خو خیلی شیرین است، هر قدر که ازش بشنوم کمتر است و قصه های دردناک خیلی زیاد داره. از همکارایم که یک تشکری خاص میکنم که رفتن خانه خاله جان دیدن، از خانش بازدید کردن و تصویرایی که گرفتن. ما هم رو تقدیم شما عزیز میکنم و یک بار شما هم تصویر خانه خاله جان بیننده باشین و دوباره برمیگردیم عزیز. ما بازو شدیم و ماه رمضان مبارک دان به روزه بیامد و از ما خار غریب بی وزن تیمدار خبر گرفت کمک کرد. اش دایو خوشحالی در شما دو برادر کم سے داد کنو بگم تیمنی گدی میکردن. شما زنگ زدیم اومدم تو خانه دخترم مریض پرته بچگا خود افسال دارون شاگرد تاشون داد کنو میگردن برین دارون روغن دارون او خانه کم میدیم بر سه کی 2000 خراب از او خانم برای کشیدم آلمی خانه که 1500 میدم ارز کدوم 1000 میدم. گفتم نی اگه 1500 میدیم مقذارم نیم جایده که نیم جایی چی ما از خواه میشون روز در خانه قلف میکرم بیرون میشون نمی 1500 از من میستم. سرپرستی را خدا دگه ندارم، نی شوهر نی برادر نی پیر نی مادر نی خواری شکی ندارم، چیز خوری کی ندارم. خدا مار بکشه میتاره تیجی دیگه خود مواری میتاره بچه با چی تو کار کنم. هرچی میگم ایتیم دارم باور نمیکنم. تاشون دردی کنم میگردم آنی یک دوی میدم یک دوپی میدم دست من بچه جا نگه که دروغ میگم من آنی اینه که اینه نوشینی که دردی کنم گیده میکنم. من ایتا زن اینه که دروغ بگم تیر خدا دیگه کس ندارم. اگه من دروغ بگم کنم این روزه شما باشه انا میته بشه خل مشکلات داره خخ در بده خل بسری دار انا مو ناجور حال پیسه ندار مو دکتر بابا خود من میته مریض مو من روزی خو بی سر میگیرم. به خدا دن به روزی هم دیشه به پیاله چای روزی گرفتم. میگو خدا شکر دارم به می خونه رم بدارم که شنگ سرخ بزنم به کوچه نباشن زن جوان. به مو هم میگو شکر دارم از میام سوال پرسان کنه بگین سرپرست داره رمضان کو بچه جان خدا جو شما عمری بده که خدا مون آقا که مهربون کنه یک مسلمان به ما کمک کنه یک چیز میزی به می ایت مکان بده تا رو که هیچ چی من نگرفتم که به می خانه خاشی باشه آی خورمای باشه یک کلوچی باشه تیرم نان خوش چکی او جیشی میرم در خانه گدهی کنم جمع میکنم کرای خانه قلک استانو کنم میگم از اینجا به من نکشم تی قلک میندازم بچه گخ افته 500 شاگرد کردم اونجگاه هیچی آمدگی نگرفتم. از شما برادرها خوشحالم، از مسلمان که با ما کمک میکنه که دعا میکنه بقیه خوشحالم بقیه شما دعا میکنه دن به روزه بچه جان دیگه این مشکلات هم خیلی زیاد برای خدا خبانی بخو و خدا بانی با بچه جان بدارو کنی هیچی ندار در بدار خاک بسن به خدا دل مقام نان نمایه من روزه گونم یک نونه که در دیگه نونوی رفتم اون نانو به ما دادم نه دیشتم هیچی ندارم بستونو بچه جان بطن میگو آنه میرو چه ریپی یا پینجه ریپی دگیرم کرد هیچی بگیرم پیسه نکرد چبلکا به پام داد میکنه. از صبح 8 بجه می بیری شدم دانه به روزه طالب خان آمدم او هم تا 8 بجه شدی دیگه من نمی آمدم همین تی سرک روزه خواه میکردم اما ترمزه خواهی جیش بکردم اونو یک نانی دارم دیگه تالی هیچی آمدگی نگرفتم چیزی ندیشتم که بستانو بچه جان هیچی نگرفتم. شام سری اگر پیاله برنج خشکی پخته کنه دوتا کچلوی بخوره دیگه هیچی نکردم بچه جان یک دعای ماسی بگیرم. این مریض تالی هیچی پیسه ندیشم به دکتر ببرم. امروز هم به دنبال می بود منده شده یکی دیگه شاگرد کدوم اینجا گفت هفته 500 دویم بدا ندم اینجا گفت
دیگه هیچی سرپرست ندارم، چیزی ندارم چه جام. اونجوگا 2000 میدادم مرا کشیدم، اما 1500 میدادم. مجبورم خود درد کنم میگردم، سر سرکا میشینم، کار میکنم، کالاشویی چیزی به خانه میرم. پیدا کنم، مجبورم 1500 پیدا کنم چه جام. چه کار کنم؟ با ایراد بیدم که یک دفعه دو دفعه رای کردم، اینجوگا مرا نکردم نده چه جام. نه کتاب، نه قلم، چیزی نباشه کجا برم. خدا معلومه تو به سختی اولیم تیر شو بچه جام. خیلی سختی تیر میشه اولیم ما بریم. تو با یتیمام کمک کنم، با ماه رمضان مبارک باقی نه دعا کنم، با جان نماز باقی نه دعا کنم، با سر صرفه باقی نه دعا کنم، با یتیمام کمک کنم، با این بچاره بیوزن جگر سخته پخته می خانی خار غریب می کمک کنم. از برادرای خود می خواهش دارم که باقی نه دعا کنم، دعای سر صرفه براد نه کنم، با جای نماز دعا کنم. از این خوشحالی داریم از اینا که داغ اولادا خانه بینن، داغ جبینی خانه بینن، با ما کمک کردن، خیر ببینن، تا زنده باشون باقی نه دعا میکنم. از اینا خوشحالم، از برادر کایفا، از شما خوشحالم که با ما زحمت کشیدین به خانه اومدین. خیر زنده دعا میکنم برای من. خوش آمدین عزیزای دل. خاله جان واقعا دیدین که خانش چگونه بود و در چه حالت بسر میبرد زندگی را و چگونه سپری میکنه زندگی را. خاله جان بین در مورد شوهرتان بگوین، شوهرتان چی کار میکنه؟ شوهرم شهید شدش. چند سال میشه؟ 5 سال میشه. کی شما را کمک میکنه فعلا؟ هیچ که می برادر کمی به من کمک کردم، اینو چیز میسنم میارم در خانه می میشناسم، دیگه کسی نمیشناسم، کسی به من کمک نکرده. خود من کالاشویی میکنم، در خانه کار میکنم، ظرف میشیرم، کالای تو میکنم، خانه میگم از اینکه درد کنه گناه داره، خانه کار میکنم. دو نیم ساعت، 300 200 به من میدن کالای کنه، نان قاق چیزی بهش میدم. خاله جان اولادا از خودت باز خواست خواهششون چی هست؟ زیادتر چی میخواین؟ میگم مرا با ما کاش کالا بگی، مرا مطب کو. میگم شما رو مطب کنو، خط قلم نمایی، کتابچه نمایی، کرای خانه چکار کنو، شکم شما چکار کنو. یک پنجی میگم بده پفک چیزی بگیریم. اینا میگم ندارم، خود اینا میرم درد کنو و دنون ویو میشینم بود درنگ میده و مو بچه که خوردمه. میگم یک گفته میشه به خود این مریض به دکتر نبردانه توی دار آتش فری. انا دیگه چیزی نیه، به بساط چیزی ندارم، جمع میکنم سر و سر میکنم کرای خانه خمیدم. خاله جان چقدر صاحب خانه امروی خودت همکاری میکنه در کرایه خانه، مراعاتت هم میکنه؟ نه امروز لالا دیده که امروز ایریتی ها با امروز اولی میشینم از میرات هم وطن همانه، اونا خود هم اندازه دعوه دیشتن که ما را سروی کنم، ما کره چی داره شو، ما چی داره نداره، کمک نمیکنه کسی. اگه نان چیزی اگه با ما نپیشینه شو چپه کنم اونا را اگه بدم اشتکای ما بخوره، دیگه چیزی کسی کمک نمیکنه. چقدر از این وضعیت خودت رنج میبری؟ زیاد رنج میبرم، شو خواه میکنم تا سری اشکمه بروی بالش میرزه، گریه میکنم، میچ خواه نمیکنم بخونه، گریان میکنم با که اینو خون لالا دیرک که سر گدیشتیه بروی پا همه از این بیشتر دل میسوز میگرم اگر که خواه میشم مور کاش که پیاده جنم زنده بیدی بچه ها خود جمع کنم مدادی کنم گده اینه نه که خاله دروغ میگن درد کنم گده ایگه واقعا آنیس من درد کنم گده ایگه کنم میتونیم چیزی دیشت مردم من دروغ نمیگم زانه دروغ نیگم خاله شد. خیر خاله جان، خداوند خوشی ها را باز هم نصیب شما کنه. عزیزایی که بیننده هستن واقعا میبینین خاله جان میگه که من به سرکا به دیگه جایا نمیرم، به دیگه کارها نیز نمیرم، ولی در خانه ها کار میکنم و با مو پنجی و دایی که برشان میته شب روز خود سپری میکنه. به مو سپری میکنم جگر، بقیه شما دعا میکنم، بقیه اون برادرکایی که به من کمک میکنه دعا میکنم، به جا نماز دعا میکنم که خدا بزینا بده جمع کردن اتنا. خاله جان امشب بر شما در برنامه دومینیکا پال مبلغ 5000 افغانی را کمک کردند و گفتند که برای شما آرد و برنج و روغن چیزا گرفتم آوردم به خانه گذاشتم آوردم بردن بر شما آوردم جگر خاله گرفتم خیر بیدم. چقدر میخواهی که دیگرا برات کمک کنن؟ چی میخواهی از مردم عزیز ما، کسایی که خودت بیننده هستن چی میخواهی؟ میخوام که اگه پیسه کمک کنم کرای خانه خودم، یک توشک ندارم، لوف ندارم، شو لیسک چادری مبالی منه، یک چیز بگیرم به مشتکاخ دمید کالای کایچی بگیرم. از این خوشحالم، از برادرکای خواهش دارم دعای من برات خو کنم که دعا کنم باقی نه
همین خوشی چیز دارم بچه‌ام. دیگه چیزی نه. خدا مهربان است. کوهستانی صاحب همچنان در کنار ما هست. باش که کوهستانی صاحب هم نگه که ما یک طرف اومدم، واقعا در داور است. هر عزیز ما را که می‌بینیم، هر خانواده‌ای را که می‌بینیم در مشکل است، واقعا در داور میباشه. و کوهستانی صاحب نظر خود چی هست؟ عزیزایی که واقعا مستحق هستند در وطن خود ما، واقعا می‌بینیم که دوچار مشکلات هستند، عزیزایی که تاجر هستند، امروز خودت به عنوان یک دکتر چی پیام داری به اونا، چی گفتنی داری؟ تشکر، سلامت باشین، هزار سپاس از برنامه‌تون. ماه رمضان است و دهه رحمتش است. چقدر خوب است که تاجران ملی ما، بین‌المللی ما داریم، خیلی تاجرای ورزیده، سیاسیونی که پولای بسیار زیاد دارن، اشخاصی که امکانات دارن، در تمام سال نیاز است که دست نیازمندا را بگیرن. باز در این ماه مبارک رمضان بسیار زیاد، یعنی ثوابش، اجرش خیلی زیاد است و این زمان نیاز است که همگی. به اون دلیل یکی از دلایلی که رمضان و روزه فرض شده، دلایل یکی است حکمایش نمی موضوع است. اگر ما روی تفسیر زی بیم کار کنیم، خب خداوند برای روزه گرفتن ما نیاز نداره. پس در ماه مبارک رمضان یک پیامی است که انتقال میشه. انتقالش ایست که من اگر میتونم 18 ساعت گشنگی را سپری کنم، خب بابا جان کسی که ماها و روزها گشنگی را سپری میکنه، تشنگی را، پس یعنی خودت خداوند یک پیام به ما رسانده. چقدر زیباست که در این ماه مبارک رمضان ما و سفره هایی که سالها و روزها برش نان نرسیده کمک کنیم، با و سفره هایی که همیشه عشق بوده ما خوشی را به بار بیاریم. یک چانس طلایی، فرصت بسیار کم است، محدود است. هر روز ما در انتحار و انفجار هستیم. کی تضمین کرده میتونه که ما لحظه بیرون شما زنده میباشیم نمی باشیم؟ پس بهترین فرصت است برای ازی که ما بتونیم بیشتر ثواب بگیریم. اینمی وقتش کمک است، بخصوص در ماه مبارک رمضان. و نگفتن امونه که کوهستانی صاحب عزیز، در مورد پرخوری هم اگر صحبت کنیم خیلی خوب میشه، اما قبل از اینکه بریم به طرف از اینکه موضوع برنامه پرخوری و یا هم فضیلت های ماه مبارک رمضان، یک وقفه کوتاه میگیرم چون دقایق اذان همچنان نزدیک است و دوباره عزیزا برمیگردیم. الله أكبر، الله أكبر، الله. عزیزی که بیننده هستن و دقایق اذان محمدی همچنان هست، و قبل از اینکه سخنهای خود آغاز کنیم، میخوایم که خاله جان و همچنان کوهستانی صاحب عزیز که مهمان برنامه ما هستن امشب، روزی خود افطار کنن و دوباره عزیزا باز هم صحبتهای خود می داشته باشیم. کوهستانی صاحب عزیز، شما بفرمایید روزیتون افطار کنیم. خاله جان، قند شما همچنان، قندول خودت همچنان میتونی بگیرید. کوهستانی صاحب و همچنان خاله جان سوپ نوش جان کنن، من همچنان مقدار نان را برشون آماده میکنم، روی میز دوباره میارم و دوباره برمیگردم. از زایدل
یک بار دیگه خوش آمدین عزیز های دل. ادامه برنامه هست و سفره را همینجا آماده کردن برای خاله جان. خاله جان نان به دلتان هست یا نه؟ خیلی جان تشکر، خیلی ببینی خوب نان. اگر چیز کم باشه که براتون نه، کل سه جگر هم کل سه. خاله جان همیشه سفره خودت میفهمم که همیشه در خانه با فامیل بوده. امروز من خواستم که یک سفره را حداقل بتونم برای خودت آماده بسازم که به دلت باشه حداقل. یک جان تشکر، خیلی ببینی جگرم خوب، شکر هر چیزی از سفره اون خیلی ببینی. تا نماز خوب تن تقسیمات کنه آهسته آهسته، در فشار نیست، کسی هم جبری ما رو نمیدونه که علی در دغدغه نان تمام شه. بسیار با آهستگی و همونطور لذت غذا را دیده آدم مایل کنه خوب تر است. کوشتن صاحب ما خو میخوایم که وزن بگیره، مال چی کار کنم؟ پرخوری کنم یا کم؟ خب اینا رو اگر پرخوری در پالی ازی که وزن در پالی ازو میده را خراب میسازه که 90% ما مردم افغانستان تکلیف میده داریم، به دلیل ازی که تقسیمات نان ما به 3 وقت است. اگر ما برای 5 وقت تقسیم کنیم، همین 5 وقتی که نماز اسیره ما امروز در پلوش نان داشته باشیم، نماز که تکلیف میده نسبتا کم میشه و دلایل مختلف است، مثلا سرخ کرده زیاد در آمد و استفاده گوشت زیاد ما مردم استفاده میکنیم، دلایل است. خوب است که در ماه مبارک رمضان از بخش ترکاری باب زیادتر استفاده شوه. در پهلوی از او اگر گوشت هم استفاده میشه، گوشت مرغ، ماهی از اینا استفاده شوه. دو گوشت خوبتر است نسبت به دیگه سایر گوشت. نوش جان شما مزایم شما دیگه نمیشم، شما نانتان نوش جان. تشکر. عزیزایی که بیننده هستن و یکی از برنامه ها راستی یادم آمد، باش که باز هم یک تشکری خاص کنم از دومینیک آپال که مبلغ 12500 افغانی را برای تن دارای ما کمک کردن در داخل افغانستان. همکارایی که قبلا برنامه مساعدت را پیش می بردن، فکر کنم در این چند روز پیشتر کوهستانی صاحب برنامه را تماشا کردن و گفتن که حتما برنامه قسم بوده که گفتن پول از طرف چینل یوتیوب صدای کابل با شما تقدیم شده، در حالی که نه، بنیادگذار از این چینل یوتیوب صدای کابل فواد جان عزیزی هست که بسیار تشکر میکنیم ازش. اونا کسی هستن که پول از دیگرا میگیرن و روان میکنن بر ما تا ما به مستحقین کمک کنیم، ولی عزیز ما که دیدن گفتن نه، اینا حتما پول ما را میخواستن که بخورن یا نمیفهمم که میخواستن که تخطی کنن، ولی نه خیر، اوطور یک چیز وجود نداشته، فقط کمی غلط فهمی شده در اینجا که درست هم پیام درست نگرفتن. عزیزایی که کمک میکنن کمک خودشان هست، مثل که امشب البته دو شب شد در برنامه دومینیک آپال مبلغ 12500 افغانی را کمک کردن بر فواد جان، از طریق فواد جان بر ما پول رسید و از طریق ما بر خاله جان پول رسید که امشب در برنامه کمکشان کردیم. خب عزیزا زیادتر صحبت نمیکنم تا اینکه نان هم سرد نشه، یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از نان دوباره برمیگردیم. عزیزا سو ادامه برنامه هست، یک بار دیگه شما از آن را خوش آمدید میگم. کوشتنی صاحب عزیز، ما چون نان بدل شما بود یا نه؟ تشکر، سلامت باشین. همه چیز کم باشه باز هم شما میتونین بگید سلامت، ممنون. همه چیز بود، سفره رنگی بود. ما خواستیم که این سفره را بر خاله جان و بر شما آماده کنیم، برای عزیزایی که در گوشه و کنار از این سفره البته میشینن و نوش جان میکنن. خواستیم کم رنگین تر باشه به دلیل از اینکه همیشه خانواده های عزیز را که در هر گوشه و کنار میبینیم، حتی گاهی وقت شاید در مدت کسایی را ما دیدیم که حتی در یک سال چی که در دو سال سه سال هم باور کنین که حتی رستوران نامدن با فامیلی یک جا و یا هم با دوستا. من خواستم که برنامه را قسم بسازم و یک سفره بتونم آماده بسازم برای عزیزای خود که یک چند لحظه بتونم که لبخند در لباشان نقش بگیره و همچنان کمکی که صورت میگیره او را هم از طرف از امی سفره و همچنان دمی سفره بر اونا هم تقدیم کنیم. تشکر، سلامت باشین، خدا من اجر شبته. کار نیک و عالی است، با امید از این که همچو پروگرام ها و برنامه ها در کشور عزیز ما بیشتر و بیشتر تر شود، چون ما مشکلات زیاد داریم علل خصوص در ماه مبارک رمضان. به این موضوعات خیلی ایجاب میکنه که ما
باید توجه بیشتر برای فامیلاش داشته باشیم. گناه مشکلات زیاد دارن، گناهگون مشکلات است. یک کشور سراسر خودش مشکل است، علل خصوص مسائل مالی و در این شرایط. باز ماه مبارک رمضان که خداوند تاجرای ما را انصاف بده که در این ماه مبارک رمضان نرخا کم شده و متاسفانه میرین بازار همه چیز دو برابر افزایش یافته. خداوند اونا را هدایت کنه به دلیل از اینکه در این ماه مبارک رمضان به جایی که دست کمک به ملت بگیرن، خب ملت مختلف داریم، یکی داره یکی نداره، مختلف است. پس به اساس نیاز است که از هر لحاظ با هم وطنهای خود کمک کنن. اما متاسفانه تاجرای ما برعکسی کار انجام میتن و فیدبک خوبی هم در خارج از کشور ندارن. وقتی که نان برش میری میگه که گوشت حلال است یا حرام، اما از این نمیگه که مالی را که برای ملت تقدیم میکنه او حلال است. نه، این مشکل داریم که خداوند اونا را در این ماه مبارک رمضان هدایت کنه که نرخ‌های مازی بیشتر افزایش نیابه. وقتی که نرخ پایین باشه مطمئن هستیم که همچون سفره‌های رنگارنگ در تمام خانه ها پخش باشه. میخواستم در مورد پرخوری هم چون موضوع برنامه بود که از خودت معلومات داشته باشیم. جناب گوشتاری چه خوب است که امروز هم بر عزیزایی که یک کمک پرخوری میکنن و کسایی که کم خوری میکنن هم یک کمک معلومات بدین و بگوین که پرخوری خوب است نیست. تشکر. پرخوری خود نامش معلوم است. ماه مبارک رمضان یک ماهی است که ما باید توجه در رابطه با خوراک خود داشته باشیم. پیام الهی داره. وقتی که ماه مبارک رمضان میگیم از هر لحاظ همه ابعاد ماه مبارک رمضان پیام از خودش ناقل یک پیام است. وقتی که در همه موضوع صرفه جویی میشه خودش یک پیام دهنده است و در قسمت خوراک باید بسیار توجه داشته باشیم که نه تنها در ماه مبارک رمضان، در هر حالت ما نباید پرخوری بیش از حد کنیم. سیستم غذایی خود را طوری تنظیم کنیم که مطابق به نیازمندی بدن باشه، از او اضافه تر نشه. اگر از او اضافه تر شد باعث امراض گوناگون میشه، به خصوص تکلیف معده که امروزه همگی داره. اینا همگی سبب پرخوری اضافی است که بدن نیاز به او نداره. وقتی که اضافه شد اونوز بالای فشار میه. مثل از اینکه من توان بردن 5 کیلو بار دارم، من بخوام 10 کیلو بار ببرم حتما من صدمه میبینم. پس بدن هم به این شکل تنظیم شده. خوب است که در ماه مبارک رمضان هر چیزی را که ما مصرف میکنیم به اندازه نرم دقیق خودمون مشخص کنیم که بینی اندازه ما حالت ما تکافو میکنه، از او بیشتر نشه. و در قسمت ماه مبارک رمضان یک موضوع را که باید اشاره کنم، از نگاه طبی افطار کردن در همراه خرما باید آب گرم باشه نسبت به اینکه ما تمایل به آب سرد و چیزهای سرد داشته باشیم. آب گرم نسبتا خوبتر است که میده چون در یک حالت استراحت قرار داره. اون آب گرم باعث میشه که پس دوباره میده خود نرمال بساده. از سردی در ماه مبارک رمضان پرهیز کنن و از غذاهایی که بیشتر سرخ شده است، یعنی بیش از حد سرخ میشه، از جلوگیری شوه. انشالله همگی صحتمند میباشن و صحتمندتر هم خواست شده. زنده باشن. قربانتان باش که خاله جان هم در کنار خود داریم. خاله جان خودت بگو که ماه مبارک رمضان چگونه آغاز کردی و سفره خودت چگونه هست تا دمی دو روز و نهایت دمی چند روز که آغاز کردین ماه مبارک رمضان؟ یک جان تشکر مشیر جان، ماه رمضان مبارک ما رو اینجا دعوت کردیم. تشکر به شما به تاجران ما. ماه رمضان مبارک خدا صحت داشته باشه. خود ما می چیزی که به خانه هست، یک پیاله چای، دو تا خرمای، یک دریپی کلوچی جلیبی میستانه خودم اشتیکای خود میخوانم. دیگه چیزی که هر مال میشه بستانه که ما صرفه پر کنیم نمیتونه پیسن یک بستانه. خاله جان با وجودی که گفتینم که خودتان لباس شویی میکنین، کالا شویی میکنین، تا به حال را کدام جای کدام کس شما را کمک کرده نکرده؟ نه، به یک جا می کارت پروانه می جوگا به یک خانه دارام است، عسکرا در سر پیره میکنه چیزی داره. من میگه هفته 200 می روزانه روز 200 دو روز کنیم صد کار کو هر چیزی هم خانه هست داره. من رو نمیشون بزو بگم بعدی چیزی سختی نمیده به من، هیچ نون خشک باشه میده، دیگه چیزی نمیده، کمک تاره نکده. خود من میتونه خجالت بکشم این نمیگم که بعدی تاره نکده کمک.
خاله جان باز دخترها زیادتر چی را دوست دارن که باید بخورن نوش جان کنن؟ این هم چیزی که باشه بم دکانو برای خرج کنم بخواد پیفک بگیرم خندان چیزی بگیرم که بخورم پیسه بده دریپی بسیپی بگیرن و میام برن خرج میکنم چیزی هم بخونه باشم چی نمیگم تلفه کنم میخورم و خوی میشن سرخم بذارم. نان شب باز چی میخواین زیادتر که نان شب برنج خیلی علاقه دارم برنج کنه دیشت وقت کنه برنج خیلی خوش دارم. خاله جان از کسایی که خود بیننده هستن امی لحظه دیگه تاجرای عزیز ما دیگه مردم عزیز ما امروز خواست چی هست امروز از مردم عزیز ما چی میخوایی خودت؟ خدا جو ساعت سالی اونا رو بده شما رو بده تاجرای خو خیر ببینن که میگم به می تیم کای ما کمک کنم کرای خانه بدم خرج مصرف ما دمیده کایشی کالایش یک چیزی بگیریم از می خواهش مندم از اینا که به ما کمک کنن. بسیار تشکر میکنم و همچنان تشکری خاص میکنم از سهیل جان از رستوران البته اعضایی که در اینجا همیشه بر ما هر روز سفره را که آماده میکنن از لکی فایف و همچنان از سهیل جان که دوست خیلی خوب ما هست امروز هم یک سفره را بر خانواده شون آماده کردن که ما هم از عزیزا خواهش میکنم همو سفره را همینجا بیارن تا یک عزیزا هم بیننده باشن و خاله جان از طرف لکی فایف بر خودت همچنان یک سفره را بر اولادا آماده کردن که میتونی خانه ببری و همچنان اینجا نان امروی ما نوش جان کردی را هم برای اولادا بتین. اینی هم سفره که برای خاله جان بسیار تشکر برای خاله جان برای اولادایش آماده کردن از طرف لکی فایف بود از طرف سهیل جان. خاله جان باز هم از خودت خیلی زیاد تشکر میکنم و ضمن از اینکه تشکر میکنم باش که بله که ما برش موادی که گرفتیم مبلغ 4500 افغانی بود خودت خوب بودی که گرفتی خود من بودم به خانه فیلم برداری کنم یک جان تشکر از این تاجرای ما داغ اولادا خونه بینن دعای سرصفه میکنم و ریکم برای خودت امروز دومینیکا پال مبلغ 5000 افغانی را کمک کردم بسیار تشکر میکنم اگر برش کدام گفتنی داری کدام پیام برش داری امید دارم خواهش میکنم از اینا داغ اولادا خونه بینن دعا میکنم که به لبمی تیم کای ما کمک کنم بسیار تشکر میکنم اینی هم بله که مبلغ 4500 افغانی مواد برش کمک شده و اما تو صادقانه ما برشان بل خواستیم و اینی هم بل خاله جان خان و ضمن ازو که بل هست و نگفته نمونه 4500 افغانی به دلیل مواد گرفتن که 500 افغانی دیگهش به شما باقی مونده که 500 افغانی دیگه را همچنان کرایه رای خود کنن تا اینکه همون مواد به خانه خود برسانن. اینی هم خاله جان خان مبلغ 500 افغانی که به خاطر کرایه رای شما بود. خیلی ببینی یک جان تشکر خدا کنه که ما تانسته باشیم که حداقل مو یک شب سفره شما را رنگین خیر ببینی و زنده باشین خیر ببینی تاجرای ما شما خیر ببینی یک جان تشکر بسیار تشکر میکنم خاله جان از اینکه خودت تا اینجا اومدی امید که درد و رنج و دیگه خداوند نبینی دیگه از طرف خودت دیگه نباشه خداوند دیگه خوشی های بی پایان نصیبت کنه دور از مشکلات و دور از رنج و اشک یا میخوارم خیر ببینی یک جان تشکر دیگه خاله جان خان یک خواهش دیگه هم که پیشوری طفلا دیگه گریه نکنین چون اگر گریه کنین اینا هم تاجرا باشم شما باشین اول خدا دیوم تفشیش نمیکنه به ما کمک میکنه زنده باشین دیگه تفشیش نمیکنه قربانتان خاله جان سلامت باشین کوهستانی صاحب عزیز مقداری که کمک شده بود من هم خواستم که تقدیم خاله جان کنم و همچنان پولی که بند نظر گرفته شد به خاطر موترش که حداقل اگر مواد را بگیری باز حداقل موتروانم خو نیاز به کرایه می داشته تشکر از برنامه‌تان خوبی است که برنامه شفاف دقیق کمکی که شد من حیث شاهد عملا دیدم که حق به حقدارش رسید و کسایی که کمک هم کردن اونا هم خاطرشان جنبه ای باشه که حق به حقدار رسیده و سایر هموطنهای عزیز ما هم که چی در داخل و خارج از کشور هستن اونا هم همچون برنامه ها را حمایت کنن تا من بعد شاید عشق همچون مادرهای خود ما نباشه انشالله بخیر و ما همچنان یک تشکری خاص میکنم از فواد جان عزیز که یکونه کسی هستن پل ارتباطی بین دوستا و بین کسایی که مستحق هستن بین اونا قرار دارن و ما همچنان امروز در این قرار گرفتم که بنیادگذار از البته از صدای کابل و یا همچنین یوتیوب صدای کابل فواد جان عزیزی هست که دوستا پیسه را بر اونا ارسال میکنن و اونا بر ما ارسال میکنن و همی است که ما یک پل ارتباطی هستیم بین تمام عزیزا که باز ما هم میتونیم از طریق عمو دوست ما و از طریق دومینیکا پال امروز پول ما تقدیم خاله جان کردیم تشکر سلامت باشین خداوند همه گیره توفیق بده
بخصوص تاجرای ملی و بین المللی ما را که آمارشان خیلی زیاد است بله. که همچو مشکلاتی که داریم اینا بتونن تا جای حل ساخته. بسیار تشکر میکنم کوستانی صاحب عزیز از اینکه شما خودتانم قدم رنجیدین تا اینجا آمدین. آخرین پیام شما، آخرین گفتنی شما چی خواهد بود؟ تشکر، سلامت باشین. پیام ما در این ماه مبارک رمضان است که از دو طرف حکومت و جنای مخالف خوان ازی هستیم که بیاین دیگه بس است این کشور. چقدر ما شاهد همچون مادرهای بیوه همچون اطفال یتیم باشیم، در این وطن جنگ و بی‌ثباتی بس است. به یک سال دائمی برسیم که این ملت نیاز ضروری بر سال داره تا یک سال دائمی و سرتاسری در کشور داشته باشیم، بدانیم من حیث یک انسان در این کشور زندگی کنیم. بسیار تشکر میکنم بازم از خودتان. تشکر، سلامت باشین. سلامت باشین. عزیزایی که بیننده هستن، من هم امروز به عنوان یک فرد از جامعه از شما خواهشمند هستم، از عزیزایی که میتونن کمک کنن دیگه عزیزای خود ما را، اگر میخواین که کمک بسازین برای دیگه عزیزای ما را کمک کنین در برنامه، از طریق چنل یوتیوب صدای کابل میتونین که ما را پیدا کنین و ما هم میتونیم که حق به حقدارش بسپاریم. این بود برنامه امشب ما که تقدیم شما عزیزا کردیم و فراموش نکنین که چنل یوتیوب صدای کابل را سابسکرایب کنین و همچنان ویدیوی امشب ما را لایک کنین. عزیزای دل، باز هم نظر، پیشنهاد، انتقاد راجع به برنامه باشه، راجع به خودم باشه، خواهان هستم و تا دیدار بعد که خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. خدا نگهدار همه شما. وقت به تمام شما عزیزا بخیر.